بینندگان شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران، دوستداران و علاقمندان برنامه حزب و فعالین، سلام ها و درود های گرم من و دیگر تهیه کنندگان و همکاران این برنامه را پذیرا شوید. با همکاران و پرسنل استدیو تلویزیون حزب کمونیست ایران اینجا هستیم تا حلقه دیگری از برنامه حزب و فعالین را تقدیم داریم. ضمن آرزوی لحظاتی خوب برای شما، امیدوارم فرصتی این رو داشته باشید که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان و رفقای عزیز، همانطور که خودتان در جریان هستید، تا کنون بارها در برنامه حزب و فعالین در مورد اهمیت حیاتی دخالت فعالین کارگری کمونیست در مبارزات جاری کارگران و اصولی که در برخورد به این مبارزات باید در نظر گرفته شوند صحبت کرده ایم. با توجه به اینکه در شرایط کنونی هر روزه شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگران برای رسیدن به خواستها و مطالباتشان هستیم، در این برنامه نیز به برخی از نکات اساسی در این باره تاکید می‌کنیم. به دنبال آن مطلب کوتاهی خواهیم داشت در مورد جایگاه و اهمیت اعتصاب و مبارزات کارگری در اوضاع سیاسی کنونی. توجه شما را به برنامه امشب جلب می‌کنم. اهمیت دخالت فعالین کارگری در مبارزات جاری. همانطور که بارها گفته ایم، از نظر ما کمونیست ها مبارزه اقتصادی و روزمره کارگران بخش مهم و جدایی ناپذیری از مبارزه طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری است. اعتراضات و اعتصاب های روزمره کارگران بر سر خواستهای اقتصادی و رفاهی و یا برای مقابله با تعرض سرمایه داران به سطح زندگی، کار و معیشت کارگران، مبارزه است که در چارچوب نظام سرمایه داری برای جلوگیری از وخیمتر شدن زندگی کارگران و برای بهبود شرایط فروش و افزایش بهای نیروی کار صورت می‌پذیرد و به مثابه یکی از خصوصیات عینی و لایتجزای نظام سرمایه داری تا زمانی که این نظام پا بر جاست با شدت و دامنه کمتر یا بیشتر اما به طور مداوم و همواره جریان خواهد داشت. از این رو این وظیفه نیز همواره در برابر کمونیست ها قرار دارد که برای سازماندهی، هدایت و به پیروزی رساندن مبارزات اقتصادی و صنفی کارگران فعالانه بکوشند. اما اهداف کمونیست ها در برخورد به این مبارزات تنها به کسب خواستها و مطالبات یک اعتصاب و یا اکسیون کارگری در این
یا انکارخانه محدود نمی شود. محور کار کمونیستا به عنوان بخش آگاه طبقه کارگر که به منافع عمومی جنبش کارگران می اندیشند، بالا بردن آگاهی کارگران و سازماندهی و تشکلیابی توده های کارگر است و از این رو در برخورد به مبارزات روزمره و جاری کارگران علاوه بر تلاش برای دستیابی به این یا آن خواست و مطالبه مشخص، بالا بردن آگاهی و ارتقای این مبارزات به سطحی طبقاتی و سراسری را نیز مد نظر قرار می‌دهند. کارگران کمونیست که خود را موظف می‌دانند که این مبارزات را که غالباً به شکل پراکنده در کارخانه‌های منفرد و بر سر خواستهای صنفی و محدود به بخشی صورت می‌گیرد، متحد و هماهنگ سازند، به آن خصلتی طبقاتی و سراسری ببخشند و از دستاوردها و نتایج و درسها و تجربیاتی که توده‌های کارگر از این مبارزات به دست می‌آورند برای ارتقای آگاهی و تشکلیابی طبقه کارگر استفاده به عمل آورند. با توجه به نکاتی که گفته شد، برای تحقق این اهداف باید از زاویه منافع کل طبقه کارگر به هر مبارزه و اکسیون معین کارگری برخورد کرد. شعارها و رهنمودهای عملی کمونیست‌ها در قبال مبارزات اقتصادی کارگران، اگرچه درجه آمادگی کارگران در آن واحد تولیدی و قدرت بسیج فعالین و رهبران کارگری در محل را مد نظر قرار می دهد، اما در همان حال باید توازن قوای واقعی بین طبقه کارگر و سرمایه داران و دولت در سطح عمومی تر را نیز مد نظر داشته باشند تا از دامنه قدرت کارگران برای تحمیل خواسته هایشان تصویر روشنی داشته باشند. حضور فعال کارگران سوسیالیست در مبارزات جاری کارگران زمینه‌های مناسبی برای ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران و درک ضرورت تشکلیابی کارگران در ابعاد توده‌ای را فراهم می‌آورد. برای همین نباید در انتظار بروز اعتصاب و اعتراضات کارگری نشست و دست روی دست گذاشت. توده های کارگر حتی زمانی که دست به مبارزه نمی زنند نیز معترض و ناراضی هستند، خواست ها و مطالبات مشخصی دارند. بنابراین باید زمینه های عینی مبارزه و طرح خواسته های کارگران را تشخیص داد و تلاش کرد که کارگران را برای رسیدن به مطالباتشان برانگیخت، چون در دل این مبارزات است که می توان آگاهی طبقاتی را در ابعاد وسیع به میان کارگران برد و توده های وسیع تری از کارگران را به ضرورت ایجاد تشکل طبقاتی کارگران متقاعد کرد. باید از قبل به استقبال سازماندهی اعتصابات و مبارزات کارگری رفت و از نظر سیاسی و تشکیلاتی به زمین سازی و تدارک آگاهانه این مبارزات پرداخت. این یک پیش شرط اساسی مقابله با خصلت‌های خود به خودی و مبارزات اقتصادی کارگران و پیشبرد و هدایت موفقیت‌آمیز این مبارزات است. هم کار کردی تا فردا چه میدانی، فردای چون امروز فردا نیست، فردای چون امروز از آن ما نیست. بیکاری
ما با خورشید اربابان طلوع نمی کند، فردای ما با خورشید صاحب باران طلوع نمی کند. امروز هم کار کردیم تا فردا چه می دانیم، فردای چون امروز دان ما نیست. دنیای امروز ما دنیای فاصله ها، بین ما و خوشبختی چیزی نشسته است که آگاهی و اتحاد ما میبایدش از جای برکنند. فردای ما با خورشید اربابان طلوع نمی کند، فردای ما درجه موفقیت، شکست یا پیروزی و میزان پیشروی کارگران در هر آکسیون مبارزه معین را باید با معیارهای طبقاتی سنجید. برای مثال ممکن است که مبارزه کارگران یک کارخانه و واحد تولیدی برای افزایش دستمزد یا برای جلوگیری از اخراج همکارانشان و یا برای دریافت دستمزدهای معوقه نتواند به نتایج مطلوب خود و به تحقق آن مطالبه مشخص بینجامد، که البته عدم موفقیت کامل آن مبارزه معین را در جای خود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و از تجارب آن درس گرفت. اگر کارگران علی‌رغم این که در این مبارزه به خواست و مطالبه مشخص خود دست نیافتند، اما در عوض در مقایسه با گذشته متحدتر شدند و در جریان این مبارزه بیشتر به ماهیت نظام سرمایه‌داری پی بردند و بیشتر از گذشته ضرورت تشکل‌یابی طبقاتی کارگران را دریافتند، اینها همه دستاوردهای با ارزشی در مبارزات کارگران است که می توانند برای پیشبرد مبارزات خود به آن اتکا کنند. و یا مثالی دیگر، اکنون می بینیم که اعتراضات و نارضایتی گسترده‌ای نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده از جانب شورای عالی کار در میان کارگران وجود دارد. بعد از اینکه شورای عالی کار مبلغ 608 هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال 1393 تعیین کرد، بخش‌های مختلف جنبش کارگری نسبت به این میزان از حداقل دستمزدها که 3 تا 4 مرتبه پایین تر از خط فقر است اعتراض کردند. تشکلها و نهادهای مختلف کارگری مستقل تعیین این مبلغ برای حداقل دستمزد را یک تعرض آشکار به زندگی و معیشت کارگران ارزیابی کردند. بخشهای مختلف جنبش کارگری در قطعنامه ها و بیانیه هایی که به مناسبت اول ماه مه امسال صادر کرده اند، ضمن این که
حداقل دستمزد تعیین شده را نشانه تحمیل فقر و بدبختی بیشتر به کارگران و در خدمت تضمین سود سرمایه داران اعلام کرده اند، خواهان آن شدند که کارگران با اعتراضات و اقدامات سازمانی یافته و از طریق اعلام نمایندگان واقعی و تشکل‌های مستقل کارگری در راستای افزایش هرچه بیشتر دستمزد خود مبارزه کنند. علی‌رغم همه اینها، این اعتراضات ممکن است به دلیل سراسری نبودن، پراکندگی و ناهمزمانی آن و به دلیل فقدان تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای کارگران به نتایج محسوسی نرسد. روشن است که در این مبارزه معین، تحمیل تعیین حداقل دستمزدها بر مبنای نرخ تورم واقعی در جامعه به دولت و کارفرمایان و یا تحمیل بالا بردن دستمزدها در این راستا از شاخصهای اصلی پیروزی و موفقیت در این مبارزه است. اما این تنها شاخص پیروزی و موفقیت در این مبارزه نیست. همانطور که گفتیم، ممکن است کارگران در این مبارزه معین به دستاوردهای محسوسی نرسند. اما نکته مهم این است که کارگران در این مبارزه تا چه اندازه آگاه‌تر و متحدتر بیرون می آیند. تا چه اندازه می توانیم کارگران را در ابعاد توده‌ای به ماهیت طبقاتی جدال و کشمکش کارگران با سرمایه داران و دولت بر سر دستمزدها آگاه کنیم. تا چه اندازه کارگران در این کارزار متحدتر بیرون آمدند. فعالین و رهبران کارگری علی‌رغم اختلافاتی که ممکن است بر سر شکل و چگونگی پیشبرد مبارزه در این زمینه با هم داشته باشند، تا چه اندازه می توانند زمینه‌های وسیع‌تر اتحاد طبقاتی کارگران را دریابند و با سازماندهی اتحاد عمل و همکاری گرایشات مختلف جنبش کارگری کارگران را یک پارچه تر به میدان مبارزه با سرمایه داران بکشانند. بنابراین کارگران سوسیالیست که حضور و دخالت فعال در مبارزات جاری کارگران را امر تعطیل ناپذیر خود می دانند، نباید منافع عمومی طبقه کارگر را از یاد ببرند. نباید هیچگاه اصل کمک به ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران و خدمت به امر وحدت طبقاتی و تشکلیابی کارگران در دل این مبارزات را برای یک لحظه از نظر دور بدارند. I'm gonna keep on.
بینندگان عزیز، اکنون به دنبال مروری دوباره و تأکید بر اهمیت حیاتی دخالت فعالین کمونیست در مبارزات جاری کارگران و اصولی که در برخورد به این فعالیت‌ها باید در نظر گرفته شود، به بخش دوم برنامه امشب می‌رسیم. در این بخش از برنامه توجه شما را به مطلب کوتاهی در مورد جایگاه و اهمیت اعتصابات و مبارزات کارگری در اوضاع سیاسی کنونی جلب می‌کنیم. با ما همراه باشید. جایگاه و اهمیت اعتصابات و مبارزات کارگری. علی‌رغم غیر قانونی بودن اعتصابات کارگری در رژیم جمهوری اسلامی و علی‌رغم وجود دیوار سانسور رسانه‌های وابسته به رژیم، روزی نیست که اخبار اعتصابات و اعتراضات کارگری از گوشه و کنار ایران به گوش نرسد. روند روبه رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که کارگران ایران زیر فشارهای روزافزون و کمرشکن اقتصادی کارد به استخوانشان رسیده است. شرایط عینی زندگی و ابعاد بی‌حقوقی کارگران راهی برای عقب نشینی آنان از زیر فشارهای اقتصادی و تعرض هر روزه سرمایه داران و دولت به سطح زندگی و معیشتشان باقی نگذاشته است. کارگران برای بیرون رفت از این اوضاع و شکست این بنبست راهی جز مبارزه در پیش رو ندارند. اعتصابات و مبارزات کارگری در ماه‌ها و هفته‌های اخیر که اخبار آنها در رسانه‌های مختلف منتشر شده، این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد. کارگری که هشتش در گرو نهش است، اگر از کار اخراج شود و یا اگر در برابر کاری که انجام داده دستمزدی دریافت نکند، هیچ پسنداز و اندوخته‌ای ندارد تا با آن زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. کارگران در شرایطی که هیچ راهی برای عقب نشینی به رویشان باز نیست، بناگزیر راه مبارزه و نبرد با صاحبان صنایع و دولت را در پیش گرفتند. اگرچه کارگران در جریان بسیاری از این اعتصابات و نبردها موفق شدند حقوق خود را از حلقوم سرمایه‌داران و دولت بیرون بکشند، اما نباید اهمیت و ارزش واقعی این مبارزات و اعتصابات کارگری را به دستاوردهای اقتصادی آن محدود بداریم. فعالین و پیشروان کمونیست جنبش کارگری دستاوردها و نتایج سیاسی و روحی این اعتصابات را علی‌رغم این که ممکن است دستاوردهای اقتصادی آنها محدود باشد را نباید دست کم بگیرند. در شرایطی که بحران سرمایه‌داری ایران با تداوم بحران‌های اقتصادی و پیامدهای عملی سیاست حذف یارانه‌ها و بیکارسازی‌های گسترده ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و آثار ویرانگر خود را بر کار و زندگی طبقه کارگر به جا گذاشته است، کارگران بدون این مبارزه نمی توانند زمینه خود رهایی طبقه خیش را فراهم کنند. اگرچه مبارزات کارگران در این دوره عمدتاً خود انگیخته و پراکنده بودند و از یک مبارزه هماهنگ و سراسری فاصله دارند و هنوز بخشی از اعتراضات بر محور دریافت حقوق و دستمزدهای معوقه شکل گرفته است، با این حال گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماه‌های اخیر از چند نظر اهمیت دارد. اول، بر متن شرایط فلاکتبار اقتصادی و بی‌حقوقی‌های سیاسی و اجتماعی
که به طبقه کارگر تحمیل شده است، اعتصابات و مبارزات پراکنده کارگران برای دفاع از موجودیتشان به یک جنگ و گریز فرسایشی با اربابان سرمایه تبدیل شده است. این جنگ و مبارزه هرچند دفاعی و فرسایشی به نظر برسد، اما طبقه کارگر بدون آن توده ای سرخورده و بی افق خواهد بود که قادر نخواهد شد از مسیر پرسنگلاخ تدارک و کسب آمادگی برای رهایی طبقاتی خود عبور کند. دوم، رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که کارگران ایران مرعوب تشدید شرایط پلیسی و توحش و اعمال سرکوبگرانه رژیم و بگیر و ببند هر روزه فعالین کارگری و رهبرانشان به منظور وحشت فراکنی در میان آنان نشدند. سوم، رشد این اعتراضات و اعتصابات کارگری هم از نظر تحقق خواستها و مطالبات فوری جنبش کارگری اهمیت تعیین کننده دارد و هم راه را برای ایفای نقش طبقه کارگر در هدایت و رهبری اعتراضات توده‌ای آتی هموار می کند. چهارم، گسترش این اعتراضات که نشانه پر شدن پیمانه صبر و تحمل کارگران است، نقش تعیین کننده ای در زنده نگه داشتن و تقویت فضای مبارزاتی و باز کردن فضای سیاسی در جامعه دارد. در شرایطی که رژیم به سیاست اعدام گروهی زندانیان با هدف ایجاد رعب در جامعه و بگیر و ببند فعالین کارگری و تشدید سرکوب ادامه می دهد، تداوم بیوقفه مبارزات کارگران آن روزنه است که روحیه مبارزه‌جویی را دامن می‌زند و امید به عبور از دوره سیاه حاکمیت جمهوری اسلامی را زنده نگاه می‌دارد. پنجم، رشد اعتراضات کارگری در همان حال بستر بسیار مناسبی است برای تشکل‌یابی طبقه کارگر. تشکل توده‌ای و طبقاتی کارگران محصول مبارزه است. تشکلیابی طبقه کارگر نمیتواند در خلأ انجام گیرد. اعتصاب که ابزار مبارزه دست جمعی کارگران و مدرسه‌ای برای آموزش طبقه کارگر و پیشروانش در مبارزات سرنوشت سازی که پیش رو دارد، در همان حال وسیله و مکانیزمی است که کارگران را از طریق آن به ضرورت متشکل شدن پی میبرند. در جریان اعتصاب، رفاقت و روح همبستگی طبقاتی کارگری تقویت می شود. به علاوه، اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماهیت سرمایه دارن، بلکه به ماهیت دولت و قوانین نیز باز می کند. همانطور که کارخانه داران و صاحبان صنایع سعی می کنند که خود را خیرخواه نشان دهند، کارگزاران رژیم هم سعی می کنند که به کارگران اطمینان دهند که رژیم جمهوری اسلامی همانطوری که عدالت اقتضا می کند، همانقدر که در فکر کارفرمایان هستند، در فکر کارگران و مستضعفان جامعه هم هستند. بارها پیش آمده که بعد از اعتصاب و یا اعتراضی که کارگران انجام دادند، مقامات رژیم در محل در میان کارگران ظاهر می شوند و به کارگران اعلام می کنند که اعتصاب و یا تجمع اعتراضی آنها غیر قانونی بوده است. می خواهند به کارگران بقبولانند که قانون را شکستند. در جریان این کشمکش ها کارگران در می‌یابند
که کارفرمایان قانونن مجازن که گرد هم جمع شوند و علنن در مورد راه های پایین آوردن دستمزد کارگران بحث کنند. کارفرمایان هر وقت خواستن مجازن و می توانند به بهانه عدم سوداوری سرمایه هایشان کارخانه را تعطیل کنند و همه کارگران را بیکار و خانه خراب کنند. در واقع قانون به سرمایه دارن حق می دهد که اعتصاب کنند و کارخانه هایشان را ببندند و تولید را تعطیل کنند، اما کارگران قانونا حق ندارند برای دستمزدهای بیشتر و تأمین زندگیشان اعتصاب کنند. اگر کارگران حول خواستهای مشترکشان دور هم جمع شوند، مجرم محسوب می شوند. کارگران به جرم اینکه تجمع اعتراضی برپا کردند مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی رژیم قرار می گیرند. فعالین و رهبرانشان به زندان انداخته می شوند. در جریان این کشمکش ها کم کم بر هر کارگری روشن می شود که دولت بدترین دشمن آنهاست، چرا که از سرمایه داران دفاع می کند و دست پای کارگران را می بندد. کارگران شروع می کنند به فهمیدن این که قوانین فقط برای منافع سرمایه داران ساخته شدند. کارگران در می یابند که مأمورین دولت که از منافع سرمایه داران حفاظت می کنند دهان توده کارگر را بسته و به او اجازه نمی دهند که احتیاجات خود را اعلام کند. طبقه کارگر کم کم آگاه می شود که برای خودش حق اعتصاب کردن، حق ایجاد تشکل، حق چاپ روزنامه کارگری، حق شرکت در تجمعات کارگری را به دست بیاورد. رژیم حاکم خودش به خوبی می داند که تجمعات اعتراضی و اعتصاب چشم کارگران را باز می کند و به همین دلیل این چنین از اعتصاب می ترسند و برای اینکه اعتصابی صورت نگیرد آن را غیر قانونی اعلام کردند. سرمایه داران و دولت حامی آنها فکر می کنند که در پشت هر اعتصاب اژدهای انقلاب کارگران خوابیده است. هر اعتصابی این مطلب را که دولت دشمن آنهاست و طبقه کارگر باید خود برای مبارزه علیه دولت و برای حقوق مردم آماده کند در کارگران تقویت می کند و تکامل می دهد. بنابراین اعتصاب ها به کارگران می آموزد که با هم متحد شوند. به آنها نشان می دهد که آنها فقط وقتی متحد باشند می توانند بر علیه سرمایه داران مبارزه کنند. اعتصاب به کارگران می آموزد که بر علیه تمام کارخانه داران و بر علیه حکومت آنها مبارزه کنند. به این دلیل است که کمونیست ها اعتصاب را مدرسه انقلاب می نامند، مکتبی که در آن کارگران یاد می گیرند که با دشمنانشان برای آزادی تمام مردم، تمام آنهایی که زحمت می کشند از زیر یوغ مأمورین دولت و سرمایه مبارزه کنند. همین روند به ما نشان می دهد که جنبش کارگری در سیر تحولاتی که پیشا روی جامعه قرار دارد آگاهانه تر حرکت خواهد کرد. این بار و در هر برآمد توده‌ای جنبش کارگری نه حول مطالبات مبهم طبقات دیگر، بلکه با خواستها و مطالبات مستقل خود به میدان می آید. در روند روبه پیش این مبارزات، از آنجا که میان مبارزه اقتصادی و مبارزه سیاسی کارگران ارتباط و تأثیر متقابلی وجود دارد، مبارزه اقتصادی کارگران عملاً با مبارزات سیاسی آنان در هم می‌آمیزد و کارگران
در نبردهای پیشارو رویه تعرضی تری در پیش می گیرند. تجربه ایران و نیز تجربه تحولات انقلابی در کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه به ما نشان می دهد آنچه اهمیت تعیین کننده دارد آن است که طبقه کارگر نه تنها با خواستهای مستقل خود بلکه با تشکیلات مستقل و با استراتژی روشن و چه باید کرده خودش به میدان مبارزه سیاسی بیاید، به طوری که از قبل تصویر روشنی از مراحل مختلف پیشروی جنبش طبقاتی داشته باشد. جنبش طبقه کارگر باید بتواند جنبش های اجتماعی دیگر نظیر جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش انقلابی کردستان را با خود متحد و همراه کند و این امر بدون تحزب کمونیستی طبقه کارگر در ابعاد اجتماعی ممکن نیست. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well just follow me. If you want to be a hero, well just follow me. بیا
بینندگان و علاقمندان عزیز، لحظاتی دیگر به پایان برنامه حزب و فعالین امشب میرسیم. همینجا به اطلاع عموم دوستان و عزیزان در شهرهای ایران که خواهان پیوند تشکیلاتی با حزب کمونیست ایران هستند میرسانیم که با آدرس و شماره تلفن‌هایی که در صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود با تشکیلات شهرهای حزب کمونیست ایران تماس بگیرند. برنامه دیگر، لحظاتی خوب برایتان آرزومندم.